فرق حکومت اسلام با حکومت‌های دیگه یکشم همینه که در انقلاب‌هایی که در کشورها میشه یه افرادی که قبلاً فعالیت بیشتر داشتن اینا از باب تقسیم غنایم دلشون میخواد که بعد حتما یه پستی به دست بیارن. ولی در یک انقلاب اسلامی ولی واقعی مسئله به این صورت نیست. گاهی ممکن یه ضرورت ایجاب کنه که یک روحانی به حکم تخصص، به حکم ضرورت در یک از پست‌های آینده دولت اسلامی بعد قرار بگیره. لکن نظریش این است که اکثریت آیان روحانیین در همون پست‌های خودشون باشن، یعنی پست‌های مساجد و روحانیت و ارشاد و اون خدمات اسلامی روحانی که داشتن به همون ادامه بدن.